دایی جون، دایی مجید، پاشو امرو کلی کار داریم. پاشو دایی جون، خودتی یا کابوست؟ بازم کابوس؟ آره، همون کابوس همیشگی، مثل یه شیء نورانی که هر چی میرم بهش نمیرسم، مثل وحشت پرت شدن از یک بلندی. ساعت چنده؟ 6:30 بدایی. پاشو دیگه خواب بسه. پاشو برو یه چایی بذار تا منم این تخت بیناره بردارم بیام تو. باش. چیز میزی تو جاسازت داری؟ بزنیم بریم دنبال پرنده کوچک خوشبختی؟ اگه میخوام بریم پادگان، کله سهر اومدی منو بیدار میکنی. بیا تا تو این جارو مرتب بکنی، من یه چورت کوچولو بذارم نوکرتم. برو در خونه کامران خان، ماشینشو ازش قرض بگیر. امرو ماشینشو لازم داریم، خیلی جا بست بریم. من گرفتار زن کامران نکن، اونو زور به بعد میری سراغش، میخواد آدمو بخوره. وای به الان که کله سهره دیگه، با لنگه کفش میفته دنباله. خب نرو تو همونجا دم در کشیک بده، تا اومد بیرون بگو من ماشینتو میخوام. یه دست کچهوار شیکم ازش قرض بگیر، یه خود پولم ازش بگی، بگو بعدم پست میدی. آخه امروزم واسه خودش یه روزیه. خدا میدونه الان تو این خونه های شهر چند تا مزاحم عین تو رفته و صابخونه رو از خواب بیدار کرده. باشه، 1، 2، 3. سلام توری خانم، امرتون رو بفرمایید. آقا کامران هستن؟ خوشبختانه خونه نیستش. نیستن؟
میخواستم خواهش کنم که یه جوری با من تماس بگیره، یه کار خیلی مهمی باهاشون دارم. میرم برمیگردم با اجازت. سلام خالی فسور. بور فسور. چطوری؟ خیلی شنگولی. بفهمونو؟ چرا این سوری خانم اینجوریه؟ آدم میترسه ازش. ببینم نکنی اومدی سهم ما رو از حق و کشف خانم دکتر بدی نه؟ نایمده بودی رفته بودم جونتو. ببخشید حرف عوض نکن. حق و کشف من چی شد؟ مرد حسابی، اگه پول و پله داشتم این طرفا چیکار می‌کردم؟ ای والله لوتی. حالا بریم خونه. راستش اومده بودم ماشین تو بگیرم با یه مقداری پول و اون کوچه و قهوه‌ای که مارک داره. اگه خدا بخواد همه چی داره درست میشه. امشب شهرمندتم. چون که قراره با سوری و امیرعلی بریم سینما. فردا بیادم اداره، ماشین رو بهت میدم. اتفاقا منم برای همین امشب لازمش دارم کامران جون. به جواب سوریو چی بدم؟ باش کلید رو ماشینه. یک دو سه چهار پنج اینم شیشتا. دمت گرم. با چهارم فردا بیدم اداره بهت میدم. راست مجید نگفتی اینا رو برای چی میخوای؟ ماجراش مفصله. بعدن میگم. ببینم دست دختر خاله رو گذاشتی تو دست پسر خاله یا نه؟ آه عجب سوالی، عجب معمای شیرینی. میدونی چی شد؟ فضول رو بردن جهنم، گفتش که هیزمامش چرا خیز شده. بعدن میگم. سی و دو منم. سلام خانم دکتر. سلام. بفرمایید. مشکلتون؟ من راستش خانم دکتر من یکم فشار خونم بالا پایین میره، بعد سرگیجم دارم. این پاهمم یه وقتایی خیلی بد جور خواب میره. خیلی خوب تشریف ببرید روی تخت دراز بکشید تا بیام معاینتون کنم. خانم دکتر رهنما اورژانس. افسانه سلام. صبح بخیر. سلام. خوبی؟ امروز خیلی سرت شلوغه. آره خیلی. یه خبر. چه خبری؟ میدونی دکتر سارمی امروز نیومده؟ خب به من چه که دکتر سارمی نیومده؟ معلوم نیست دیشب بابات بهش چی گفته که امروز حتی حال سر کار اومدنم نداشته. محبوبه جان مگه نمیبینی مریض دارم؟ آه.
بابات بهت نگفت چی به هم گفتن؟ شب که اون اومد خونه من خواب بودم، صبحم که من اومدم بیرون اون خواب بود. نفهمیدم، نتونستم باش حرف بزنم. فکر میکنم باز این دکتر سالمی شکایت منو پیش آقا جون کرده در مورد اون بچه با مادرش. ای ناقلا، خوب تفره میریا. مریض دارم، مگه نمیبینی؟ خواهش میکنم. خب میبخشید خانم دکتر، یه سوال داشتم. مثل این که دوستتون شما رو افسانه صدا کرد، نه؟ بله، من دکتر افسانه یعقوبی هستم. چطور مگه؟ آخه من تو دوران مدرسه یه دوست داشتم اسمش افسانه یعقوبی بود. خب من خیلی خوشحالم، چون هم افسانه زیاده هم یعقوبی. بله، ولی اون خیلی شبیه شما بود. شما هیچ وقت تو خیابون نظام آباد نمیشستین؟ مرسه پروین اعتصامی. نظام آباد؟ مدرسه پروین اعتصامی؟ منیژه خاکباز؟ منیژه توی؟ آره خانم دکتر، خودم هم منیژه گرگرو. گرگرو منیژه، منیژه وای، توی این شهر به این بزرگی اصلا یاد کار نداره. اون عروسه که پیشم امانت گذاشتی هنو دارمش، سعیم سالم. یادت وقتی میرفتی گفتی اینو امانت میذارم پیشت؟ آره منیژه. ولی خوب اسمی رود گذاشتن ها، منیژه گرگر. یادت به تو چی میگفتن؟ آره عزیز بابا. آره بعضی وقتا خانم دکتر هم صدات میکردن، یادته؟ خانم دکتر خیلی طول کشیده، مریضه دیگه صداشون در اومده. باشه مریضه بعدی رو بفرستین تو. چشم دکتر. ببخشید مثل که خیلی مزاحمت شدم. مزاحمت چیه؟ این حرفا چی میزنی منیژه؟ بعد 20 سال پیدات کردم، اگه به این آسونی ها ولت میکنم. باید امشب حتما بخونم، آدرس بهت میدم حتما. آقا جون خیلی خوشحال میشه ببینتت. خیلی بازم مزاحمت میشم، عروسکت هم برات میارم. راستش دیروز اتفاق عجیبی افتاد. یه نفر از پذیرش سراغ خان دکتر یعقوبی رو گرفته بود و گفته بود که از بستگانشون در خارج از کشور که تازه اومده. جالبه، خبر نداشتم که خان دکتر بستگانی خارج از کشور دارن. جالبتر این که وقتی هم از خود افسانه پرسیدم گفت که هیچ فامیلی خارج از کشور ندارن. شاید پذیرش اشتباه کرده. نمیدونم، شاید. ضمناً تبریک میگم آقای دکتر. چیه؟ بازم شایعاتی تو بیمارستان شده؟ نه، بابت خواستگاری دیشبتون عرض میکنه. خانم دکتر چیزی گفتن؟ نه اصلا، خودم حد زدم. خب قرار شام با پدره خانم دکتر مجرد، مگه معنی دیگه ای هم میتونه داشته باشه؟ شما که از همه چیز با خبرید، حتما نتیجه‌ش هم میدونی. نه اتفاقا خود افسانه هم در این مورد بی اطلاعه. یعنی خانم دکتر از خواستگاری بنده هیچ اطلاعی نداره؟ خب بی خبرم که نیست، اما رسماً نمیدونه. یعنی تازه امشب باخبر میشه اگه اتفاق بدی نیفته. خواهش میکنم در این مورد با کسی صحبت نکنید. در ضمن اگر از اون فامیل مشکوک اطلاعی پیدا کردید حتما منو در جریان بذارید. چشم آقای دکتر. اون برد تخصصی لندن به قول فرنگی ها این هدیه ازدواج من به شماست. هنوزم باورم نمیشه آقا جون، بعد از 20 سال اونم اینجوری در حال ویزیت.
خیلی دلم میخواد اون منیجر کوچولو گرگرو رو ببینم. هی روزگار چه بازی ها که نداری. این روزا روزای اتفاقات عجیب و غریبه. ملاقات های پنهانی سرنوشت ساز، دیدن یک دوست دوره دبستان، پرسجوهای یک غریبه درباره من تو بیمارستان. بازم خواستگار؟ نه بابا، گفته از اقوامشون هستم، از خارج اومدم. ولی جالب اینجاست که من رو از چند قدمی نشناخته. آقا جون، ما کسی رو تو خارج داریم؟ خیلی زیاد. تمام دخترخاله ها و پسرخاله ها و فامیلای مادری تو خارج زندگی میکنن. مثلا رضا. رضا یادته؟ یعنی ممکنه اون باشه؟ نه، شوخی کردم. اون حالا تو اروپا، الان کنار زن بچهش نشسته، داره با ارث و میراث مادریش برنامه سفر دور دنیا رو میچینه. اون کجا؟ اینجا کجا؟ همه خاطرات کودکی من تو اون باغ قدیمی تو تبریز خلاصه شده به خاطرات خیلی دور با رضا. دلم هوای دیدن تبریز رو کرده. پس کی؟ انشالله وقتی که بله رو گفتی، یک عروسی مفصل برات میگیرم تو تبریز. تمام فک و فامیلای فراموش شده مادریت هم دعوت میکنی. بازم گرو کشی؟ سلام. سلام آقا ابراهیم. منش گرگرو. سلام. سلام افسانه. از وقتی با آقا جون گفتم همش یاد آقا رسول و مرحمت خانمو میکنه. خوبن؟ اینم امانتی 20 ساله شما، تنها مونس من تو این سالایی که از افسانه دور بودم. بیام تو؟ خودتو لوسک‌ها. مرسی. نمیدونستم چه گلی دوست داری، اینو همینجوری واسط آوردم. من گل مورد علاقه ارکیده بنفشه، ولی خب اینم دست گل خیلی خوشگلیه. شما آقا جون درست کرده، عین قدیما، ولی اول باید نقاشی‌هامو ببینی، واسه اشتهات خوبه. راست میگی یا داری سیامون میکنی؟ سیاه چیه؟ یعنی نمیشه یه خانم دکتر اهل رنگ و بوم و قلم و این حرفا باشه؟ نه بابا، سیاه‌کاری نیست. یعنی همه اینا رو خودت کشیدی؟ همه‌شو. میخوای یه نقاشم از تو بکشم؟ این ریختی؟ نه، به این میگه سبک اکسپرسیونیسم. این حالتهای درونی آدم ها رو نشون میده. نه، نه تو رو خدا، بذار واسه بعد. خیلی خوب. گفتی اسم این سبک چی بود؟ اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم سبک های مورد علاقه منه. خب، حالا بریم تو اتاق تا راحت لباس تو عوض کنیم. فقط از شام غافل نشی بسوزه. بی سوادی منو به سواد زیاد خودت ببخش. من هیچ وقت فرصت نکردم درسمو تموم کنم. فرصت زیاده، باید همشو برام تعریف کنی. ازدواج کردی؟ نه بابا، ما جنیم و شوهر بسم الله. اون وقتا که حالشو داشتیم شوهر نبود. حالا که رسیدیم به مرز 30، نه حالش مونده نه شوهر. تو چی؟ در مرز ترشیدگی. آقا جونم میگه بیه ترشیدگی همه خونه رو برداشته. دست بردار افسانه. اما من به جای بوی ترشیدگی بوی عروسی به دماغم میخوره. آره نقالا. خیلی باهوشی، درست مثل بچگیات. آره، رئیس بیمارستانیه که توش کار میکنم، دکتر ساره. یه صحبتهایی با آقا جونم کرده. خب نتیجه؟ دارم روش فکر میکنم. البته به قول آقا جون گفتگو نداره.
اینم حتما یکی از خواستگاراته، بیچاره جواب رد شنیده زده، گوش خودش وریده. خواستگار کدومه منیژه؟ این چهره خود نقاشه، ونسان ونگوگ، یکی از نقاشاییه که من کاراش رو خیلی دوست دارم. تو نگاهش یه چیزیه. چه چیزی؟ یه تصمیم. مثلا خودکشی. خودکشی؟ تو اینو از کجا میدونی؟ ازم نترسیام، خودم چند بار تجربهش کردم. یه جورایی آشناترین حسیه که دارم، حتی یه لحظه هم ولم نکرد، حتی یه لحظه. افسانه، نمیخوای یه کم به پدرت کمک بکنی؟ گفتگوی شما که تمومی نداره. الو، الو آقای مهندس سعادت، من سهرابی هستم از دوستانشو. توی رضا جون کی اومدی؟ سلام سعادت جان. سلام، چطوری؟ قربونت برم. کجایی؟ حالا وقت بسیاره، مدتی تو تهران میمونم، وقتی دیدمت برای توضیح میدم. ببینه، فقط یه خواهشی ازت داشتم. هم بفرمایید. دنبال یه نفر میگردم که ممکنه چند سال پیش بورسیه شده باشه واسه آلمان. این که کاری نداره، یکی از دوستام همه اسامی بورسیه آلمان داره، اما فعلا مرخصیه. این که خیلی بد شد. حالا کی میاد؟ شنبه. ولی شما افتخار بدید با ما جمعه بیاد کوهنوردی. سعید جون ممنونم، من هزار تا کارو گرفتاری دارم. پس امشب بیا به یاد قدیما بریم دربند کبابی و ریحون و نون سنگکی. توی هتل منتظر بمونم بهتره. آره ممکنه از تبریز با من تماس گرفته بشه. پس فردا شب یه زنگ به من بزن با سه شنبه. خیلی خوب، خیلی خوشحال شدم سعید جان. خداحافظ. قربان شما. افسان جون من اصلا راضی به زحمتت نبودم. باری کلا، تو از کی تا حالا این حرفا رو یاد گرفتی؟ دوست بازیافته من. آخه این وقتش هم وقت خودت چجوری میخوای تنهایی برگردی خونه؟ کی گفته میخوام برگردم؟ قرار امشب پیش تو بمونم، فردا هم از همونجا برم بیمارستان. آره، تا آقا ابراهیم پدر من در بیاره. چیه ترسیدی ها؟ باورت چو؟ از بس همون اولش هم آدم ساده و پپهی بودم. یادت بچه ها تو مدرسه همیشه خوراکی همون میگرفتم، به خودم هیچی نمیرسی؟ آره همیشه منم میمدم به کمک تو، خوراکیاتو پس میگرفتم. آره تو اولش هم هوای منو داشتی، از بس که شلخته و دست و پا چلفتی بودم. اما تو از اولش هم خانم دکتر یعقوبی بودی. ولی منیجه خیلی ناکسی ها، تو همین چند ساعت از همه جیکوکو که من با خبر شدی، ولی هیچی در مورد خودت و زندگیت نگفتی. از مرحمت خانوم، آقا رسول، اون داداش کوچیکت حمید، اینه چی کار میکنن؟ واسه حرفای ناراحت کننده همیشه وقت هست. صحبت درباره عزیزایی که عالم از دست میده چیزی به جز ناراحتی نداره. افسانه، راستی آقا ابراهیم خیلی شکسته شده، هنوزم با خانواده مادریت قهره؟ آره، سال هاست که ازشون خبری نداریم. میدونی آقا جونم فکر میکنه که اونا مسبب مرگ مادرم هم. حق با توه، آدم بهتره درباره گذشته های تلخی صحبت نکنه. خب بالای شهرم که میشینین، رسیدیم این بالا بالاها. آره یه چند سالی میشه که تو این خیابون زندگی میکنیم دیگه. شدم غمخوار و همدم یه شازده خانم قاجار، اسمش عزیز السلطنه است. هم کار میکنم هم اونجا زندگی میکنم پیشش.
اگه دلت بخواد میتونی بیای پیش ما زندگی کنی، البته اگه دوست داشته باشی. منم مثل تو تنها. خیلی ممنون، هنوزم همونجوری مهربونی و تینتت پاکه، اما من به این زندگی عادت کردم، به این تنهایی. تحمل کردن من خیلی سخته، خیلی. خوبه همینجا اگه میشه نگردار. ببین زوره، به حرف آقا حمیده چک نکن. این پروفسوری که دایی من باشه، من از تو بهتر میشناسمش. دیده لقمه چرب و چیلیه؟ خب تو چرا تقسیمش کنم؟ با منیجر هاپولیش میکنی. الان هم یه جا نشستن خودشونو میسوزن و به ساده یه من و تو میخندم بنده خدا. میگی نه؟ نگاه کن دایی مجیدت ممکنه هر کاری بگی ازش برمیاد، اما منیجر نه، اون تنها خور نیست. فکر میکنی؟ سلام. سلام هم چی بلد نیست. بیچاره، نگفتم بیا. هسته و گفته خونه عزیز و سلطنه اومده، حالا میمونه فقط آقا مجید. ببین تو منیجر رو تینجین کن، منم دایی مجیدو. البته اگه تا الان پولا رو نخورده باشه و در نرفته باشه. باشه بریم. حکو دایی مجید؟ نمیدونم، قرارمون پنج و سه یازه نیومده. ما فکر کردیم با توه. نه بابا، من خودم هم باش همینجا قرار داشتم. بفرم. ولی کار دارم باش بابا. این چیه؟ سلام دایی. سلام آجی محمد کجاست؟ سر نمازه. آقا مجید کجا این؟ حمید این اسفند رو آتیش جلز و ولز میکنه. چرا مثل این گربه ها که برق گرفتشون بهم نگاه میکنه؟ بابا مردیم و بیخبری، مردیم از ندونم کاری. دو ساعت منتر خانم شدیم که خودشو بسازه دو کلم بتونه صحبت کنه. چی شد دایی؟ کار به کجا کشید؟ دلمون هزار جا رفت. چیکار این بدبخت بیچاره داری؟ آره صبح تا شب جون میکنه، نیم ساعت میخواد به خودش برسه. بعد از شما اجازه بگیره؟ شیرفهم؟ به به، شم و گل و پروانه جمعن. وقت قبلی گرفتین؟ خب، به تعریف. افسانه مثل یه تیکه ماه شده. اما این آقا ابراهیم بیچاره خیلی شکسته شده. افسانه هر انگشتش یه هنر میریزه، شعر، کتبانویی، دکتری، نقاشی. این نقاشی چی بود گفت؟ ونگوک خیلی دوست داره. سبک چی هم خیلی دوست داره؟ اکسپرسیونیسم. آشیه نرو. و از زندگیشون چطوره؟ یه خونه حیات داره که البته اجاره نشینن توش. بعد خود آقای یعقوبی هم خیلی اهل نوشتن و مطالعه و این چیزاست، خیلی هم مؤمنه. بعد یه آقا دکتری هم هر رئیس بیمارستانه، همون خواستگارای پر و پا قرص ها، خیلی هوای افسانه رو داره. نکنی آقا دکتر فهمیده که این سارا کروز ما قراره به که ثروت برسه. چی رو روز مادر؟ هیچی ننه، بهتر این چیزها رو یاد نگیری، ما صد خوب نی. میگم اگه این افسانه خانم مثل ماه میمونه حتما خواستگار زیادی هم داره ها. میگم نکنه رئیسش واسه ارثش میخواتش. خوبه به دختره خبر بدین، هم مجدگونیتونه میگیرین، هم این وسط شاید یه کاری برای منیژه درست کنه تو بیمارستان. میگم بچه زهره جون بیا بریم سفره شامو بندازیم. بیا ننه جون. بریم ننه که خیلی گشتم. دایمه جی حالا باز چی کار کنی؟ هیچی ازم نپرس، خودم هم موندم. شاید به همون مبلغ مجدگونی اکتفا کنم، نمیدونم واقعا. بین دایی، تا حالا تو حرف زن بودی ما گوش دادیم، هر چی گفتی گفتیم چشم رو چشمون، چشم بسته قبول کردیم. حالا یه بارم تو به حرف ما گوش کن دایی. ها؟ بفرما. نکنه جا زدی؟ نه با، جا زدن چیه؟ مثل که ما شاگرد خودتیم.
اول عقل دوم احساس. اما آخرت راستش امرو یه جورایی از خودم بدم اومد. افسانه رو که دیدم دلم یه جوری شد. آخه توی مدرسه درس میخوندیم، عین هم زندگی میکردیم، خونهامون بغل هم بود. از قضای روزگار اون شد خانم دکتر، ما پول نداریم وقتی مریض میشیم بریم خودمون رو درمون کنیم. وقت تو میگی عدالت هست، باز میگی همه درهای دنیا رو یه پاش نمیچرخه؟ یعنی سهم ما تو این دنیایی به این بزرگی همینه؟ نه، ما با هم شروع کردیم، با هم هم تمومش میکنیم بدون اگر و اما و دیگه و چه کنم. راستی دایی یه چیز باش یادم میرفت، نمیخوای ببینیم افسانه خانم ما چه شکلیه؟ اگه بدونه چه خوابی برای دیدیم شبا خوابش نمیبره. اول من باش ازدواج میکنم، بعدم پسر خالش رو میکنم. وقتی اون رو بشه میفهمه چقدر ثروت بشه دیگه. بعدم همش میگه من تو یه خودشم بینا بدیم. یه نگاه به عکس بنده با این خواهشه یا نه؟ نگاه کن باسرا خودشه؟ خیلی خواه عملیات تو شروع کن. آقا تو رو خدا، آقا کیفمو برد، همه چیم تو کیفم بود. حالا چی شد؟ هیچی، اون آقا رفت دنبالش. چی داشتی تو کیفه؟ آقا همه چی، سویچ، کارت شناسایی، همه مدارکم تو کیف بود. خیلی خوب، حالا خودت حالت خوبه؟ بیا بریم تو بیمارستان. بیا بریم بایستان، بیا چی میشه؟ بیا بریم تو بیمارستان، میاد دیگه. ای خودشه. سلام آقا، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، همه زندگیم تو این کیف بود. این دکه روزنامه یه گفتش که شما دکتر همین بیمارستان هستین. ای وای، دستتون زخمی شده، بیم بریم پانسمان کنم براتون. نه نه نه، چیز مهمی نیست، یه خراش جزئیه. نه نه، امکان نداره، شما به خاطر کیف من زخمی شدین، تازه داره خون ریزی هم میکنه، حتما باید یه آمپول کزازم بزنی. نه با، من از آمپول میترسم. از آمپول میترسم. چطوری تونستین دوزارو بگیرین؟ شانس آوردین، موقعی که خواستم دوزارو بگیرم ماشین رو خاموش نکرده بودم. اون ناکسه هم وقتی من با پاترول دنبالش شدم کیف رو انداختن تو اون خاشاکا و رفتن. پس چرا دستتون زخمی شد؟ انداخت اون چیزها، تیغ و گلا اینا، اونی که دستم. خواهش میکنم، حالا بریم، من دستتون رو پانسمان بکنم. دست شما بخواهد کیف من اینجوری شده. بابا اسباب درد سر بشه، نه خانم نیازی نیست. شما اجازه بدین یه لحظه من برم کیف پانسمان بکنم. آقای دکتر عزیزی سی سی او. کجا بای نجله؟ اه مریضمون کو؟ رفت. تو همینجوری گذاشتی بره؟ خب چیکار کنم، رفتم بگم یه چایی براش بیارن، بعد اومدم دیدم غیبش زده. یاد با احترام، امیدوارم همیشه همینطور با شور زندگی کنید و روحتان همیشه چون گل‌های آفتاب درمان بر آفتاب سلام کند. مجید. به این خسرو میگی برو کلا برده بیار، یه سر رو هم میداره میاره. همچین که این دختره کشید تو خیابون که نزگو بیفته بمیره و کار دستمون بده. خوبه، مبارکه، هنوز هیچی نشده، دایی جون نگران حال عروس خانومن. به به. حالا باید ببینیم این ششم ما میتونه تو دل خانم دکتر جا واکنه یا نه؟ البته که جا واکرده، به
به شرطی که مثل گاوه نومشیده همیشه آخرش رو خراب نکنی. هر کی میگه پنیر تو سر تو بمیر سر کن عید قربون ماهی گوسفند رو زب میکنن و ما بابا کن دست شما درد نکنه. اگه دست فرمون من نبود الان این خانم دکتر گوشه قبرستون بود که. زبان تو گاز بگی هیکر. یه عروس مستشنی اومد توی اختیار داری جار خانم. هیچ که شما نمیشه، شما هم هیچ کی. جار خانم اگه همگی بریم محضر وکالت رسمی بدیم که فقط عروس یه نفر اونم زهره خانم رزرو بیری. ای خودی زبون نریز، باید گره کارتون دست زرفت ها. باز میگن این حمید خنگه، هیکل گنده کرده، خونکه، اما نه بابا، خیلی هم باهوشه. حمید خان، اول باید ببینیم که من نمیدونم تو چرا دست از این آرتیست بازیت ور نمیداری. خب راست و حسینی برو جلو، دختره رو از باباش خواستگاری کن، اون زهر ماری هم بذار کنار. به خدا حیف از این جوونیت نیست داداش. چی؟ به این صورت کیفو پس گرفت از سارقین؟ نمیدونید که دکتر، تا ما بیایم به خودمون بیایم و بفهمیم چی شده، یهو پرید تو ماشین و رفت دنبال موتور سوارا. بعدش هم بعد چند دقیقه با کیف افسانه برگشت. چه ریختی بود این سوپرمن ما؟ خوشپوش، خوشتیپ و جوون، با یه ماشین پاترول چاردر قرمز. حتما واسه انعام این کار کرده. انعام؟ نه آقای دکتر، اون حتی وای نستاد که دستشو که زخمی شده بود پانسمان کنی. خودشو معرفی کرد؟ نه، تا ما بریم جعبه کمک های اولیه رو بیاریم غیبش زده بود. فقط یه یادداشت گذاشته بود پذیرش پیش آقای رضایی. یادداشت؟ واسه کی؟ واسه افسانه. یه چیزی راجع به گل‌های آفتابگردان یا چنین چیزایی. و عکس العمل خانم دکتر یعقوبی. خب معلومه، هر دختر دیگه‌ای هم جای اون بود حتما شیفته یه اون همه غیرت و از خودگذشتگی میشد. نمیشد؟ چرا میشد؟ اونم تو این دور زمونه. زیر یادداشتش اسمی چیزی ننوشته بود؟ چرا؟ نوشته بود مجید. سلام. چطوری؟ سلام، خوبی؟ خسته نباشی. ممنون. قربان، جواب از ماشم گرفته بودم، گفتم سر را بیام مزاحمت شم یه نگاه بهش بندازم. خیلی کار خوبی کردی. چیکار می‌کردی؟ نامه‌نگاری با کی؟ نه بابا هیچی، بشین تا واسه تعریف کنم. خیلی فکرم رو مشغول کرده که بیشه اتفاق جالب برد. منیجه بریم سیگار واسه همیشه باید بذاری کنار. خون تو رگ‌هات خیلی کند حرکت میکنه. ببین تمام عروق بدن دنسداد پیدا کرده، همین باعث شده کف پات سیاه بشه و بی‌حس. ممنون، باشه بذارمش کنار. ما هر هفته با آقا جون میریم کوه. اگه دوست داری محبوبم بعضی وقت میاد فردا بیام دنباله، واسهت خوبه. آب بابا ما رو چه بکو، خودت که میدونی حالم زیاد خوش نهی. حالا سر حال که شدم حتما یه دفعه قرار میذارم میام باهاتون. یه سری آزمایش برات نوشتم، اینا رو حتما انجام بده بعد بیا ببینم. چشم. تو هم زیاد فکرتو مشغول این جناب آقای سوپرمن نکن. این اتفاقا زیاد میفته تو زندگی آدم. نه میدونی برام جالبه، نمیدونم کیه، چیه، چه کار است. ولی به نظر من هیچ کار خود بی حکمت نیست. آره خب. با اجازه. خدا. باید میدیدین آقا جون، من و محبوبه شوکه شده بودیم. تو جای به اون شلوغی اصلا سابقه نداشت. تازه تو این دور زمونه کی کف دستشو بو کرده؟ شاید سارقام اسلحه میداشتن. اون وقت چی؟ خیلی دل و جرأت میخواد.
آقا جون باید دست فرمونش رو میدیدین، همچین پرید پشت ماشینا که ما اصلا هیچی نفهمیدیم. این کارو به خاطر جلب توجه این حرفا نبودا. تازه اصلا نذاش دستش هم پانسمان کنی. تا برگشتین رفته بود، حتی نایست تا چایشو بخوره. میخوایی متن یادداشتشو برات از حفظ بخونم؟ با احترام. آقا جون خیلی مهمه. شما ببینید مردم یه کار کوچیکی واسه آدم انجام میدن، اون وقت یه عمر منت رو سر آدم میذارن. فکرشو بکنید این بابا جونشو به خاطر کسی که نمیشناسه به خطر میندازه، حتی صبر نمیکنه ازش یه تشکر خشک و خالی بکنه. این به نظر شما جالب نیست؟ جالبتر اینه که از ونگا کد میاره. آقا جون خیلی بد جنسی. بله سلام افسانه، چطوری؟ زنگ زدم ببینم از شوک ماجرای صبح در اومدی یا نه. بعد از رفتن تو دکتر سارمی اومد ماجرا رو فهمید، نمیدونی چقدر ناراحت شده بود. بهتر نبود بهش چیزی نمیگفتی؟ قبل از من نگهبان دم در رو اطلاعات بهش گفته بودن. نمیدونی چه قیافه‌ای شده بود، تا حالا اینقدر نگران و آشفته ندیده بودمش. نگرانیشون بیمورده. بعدم تازه اتفاق نیفتاده. فردا چی کار میکنی؟ فردا راستش امشب تا صبح کشیکم، واسه فردا نمیتونم با اتون بیام کوه. ایشالله باشه برای هفته بعد. یه خود خستم. ممنون، خداحافظ. شبت بخیر. کی بود؟ محبوبه. چی میگفت؟ میگفتش که فردا نمیاد کو، بهتر. چرا؟ دوسته به این خوبی؟ نمیدونم چرا همش میخواد بگه که دکتر سارمی نگران منه. خب شاید باشه. نمیخوام باشه. با اون جمله‌ای که تو این کتاب براش نوشتی خیلی روش تاثیر گذاشتی. مدام تو فکر این افسانه بیچاره. بهت گفتم که نقشای دای مجیدت حرف نداره. خب دیگه چه اطلاعاتی میداد این خانم دکتر؟ گفتش که جمعه ها با دوستش محبوبه و پدرش میرن کو درکه. منم دعوت کرد برم، اما کو حرکت، من تا اون بالا برسم هرچی کشیدم پریده. گفتی کو، باید یه سری از وسایل کو رو آماده کنیم، مثل کوله و کفش و این حرفا. بعدم یه انگیزهی باید پیدا کنیم برای اینکه تو کوما رو دیدن بگیم چی آخه؟ راستی از پسر خاله چه خبر؟ قرار شده که فردا با زهره بریم دیدنش. من زهره رو به جای سهیلا جا زدم، دوست مثلا قدیمی من افسانه بوده. گفتم اینجوری شاید بتونیم یه چند رو دیگه پسر خاله رو سر بدونیم دیگه. نه زهره رو بذار برای بعد، چون فردا تو کو لازمش داریم. باش. الو. سلام، ببخشید من دیر وقت مزاحمتون شدم. نه 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 ابدا، اتفاقا حوصله‌ام سر رفته بود. از افسانه خبری نشد؟ این سهیلا بود، دوست مشترک من و افسانه، اگه یادتون باشه. میخواست که یه اطلاعاتی راجع به افسانه حضوراً خدمتون بگه. چه خوب، پس میتونیم برای فردا صبح یه ملاقاتی داشته باشیم ها؟ البته در حضور شما. صبح این دوستم یکم کار داره، گرفتاره، اگه میشه قرار بذاریم واسه بعد از ظهر. پس من فردا بعد از ظهر تو لابی هتل منتظرتون هستم. خوبه؟ شب بخیر. شب بخیر، خداحافظ. به انجمن طرفداران محیط زیست خوش اومدین. صلح سبز. از این کارا بشین یه کم دیگه راجب هنر و نقاشی و این چیزا بخون. کدوم کارا؟ اینا مال هم فرداستیه، میخوام بریم کو دیگه. فقط یه سیه لشکر لازم بریم، کلاهاشون هم همه بلا استثنا یه رنگ باشه.
همینه که کوه تمیز میکنن و به حمید هم بگو بیاد.